Knock, knock. Who's there? Your nightmare. درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. اومدیم با یک ویدیو خیلی سمی، داستان 0 تا 100 فرد پرحاشیه و یکی از گنده ترین و گول ترین افراد موسیقی هیپ هاپ که مثالش نیست، حتی جیزی و بیانس هم بهش نمیرسن. قرار امروز کل قضیه دیزی رو براتون توضیح بدم. اگه اشتباهی کردم حتما تو کامنت ها بنویسید. از زندگی نامش، چه کارهایی کرده، چه کسایی رو نکرده، ثروتش و مقایسهش با پولدارترین های ایران. بریم با هم ویدیو رو ببینیم، با دقت گوش بدید. خونم پاره شده بچه، خیلی زحمت کشیدم سرش، ولی خارج از شوخی. اگه اشتباه کردم بگید، چون بالاخره آدم جایز الخطاست. لایک کام تو سابتون رو اگه دوست داشتید، اگرم دوست داشتید فدای چشمان زیبانتا. بریم ببینیم دیدی کی بوده. برای شروع یه توضیح ریز بدم. از نوامبر 2023 که کسی علیه رپر، تاجر و مولتی میلیونر پی دی دی شکایت کرد، اتهامات زیادی علیه او در چند ماه گذشته مطرح شده، تا جایی که دستگیر شد. حالا کسی کیه؟ شخصیه که ادعا کرده شان بهش تجاوز کرده و با مشت و لگد اونو زده. همچنین ادعا کرده که دیدی اونو مجبور به قاچاق کرده و از او خواسته اسلحه گرم در کیفش هم کنه. کسی دختریه که یه بار دیدی تو یک هتل به شدت زدتش، یعنی داشت فرار میکرد از آپارتمان، از اتاق دیدی خارج شه که دیدی میاد میزنتش و دوباره برش میگردونه تو اتاق. برای اینکه این ویدیو به پلیس داده نشه، دیدی $50,000 به صاحب هتل میده و تو مدت‌ها این ویدیو لو نرفته بود تا قبل از اینکه بخواد دیدی دستگیر شه. اتهامات متعدد علیه او بسیار زیاده، تا حدی که تشخیص حقیقت از شایعه بسیار سخت. امروز میخوام براتون تمام قضیه پی دیدی رو توضیح بدم، ولی قبلش بریم یه بیوگرافی ازش بریم. شان دیدی که با نامهای پاف دادی، پی دیدی و لاف هم شناخته میشه، یک رپر، بازیگر و کارآفرین آمریکاییه که یک امپراتوری سرگرمی از جمله شرکت بد بوی ریکوردز رو تأسیس کرد. حتی دوست خودش بی آی جی رو تو این شرکت ساین کرد. شان دیدی که در محله هارلم، شهر نیویورک متولد شده، تنها 3 سال داشت که پدرش در جریان یک معامله مواد مخدر به قتل رسید. او درباره پدرش گفته: پدر من یک قاچاقچی و یک فروشنده مواد مخدر بود. در اوایل زندگی فهمیدم که تنها 2 راه برای رهایی از آن دارد: مردن یا زندان. شان دیدی خیلی زود معروف شد و با چهرهای معروف موسیقی همراه شد. جنیفر لوپز برای مدتی دوست دختر او. دیدی به جایی که رسیده بود حقش بود، چون اون یک نابغه است. دیدی یک آرتیست موفقه. اولین سینگلش 21 هفته تو تاپ بود و اولین آلبومش توی یه هفته 561 هزار نسخه فروخت. اما چرا پس این کارو کرد؟ چون اون یک مریض جنسیه. دیدی یکی از قدرتمندترین افراد صنعت موسیقیه. انقدر کانکشن‌های دیدی زیاده که هیچ کس تا الان جرأت درگیری باهاش نداشت. حتی میگن نقشه مرگ توپاکو دیدی کشیده و جزو متهم‌های ردیف اوله. دیدی یکی از پولدارترین رپرهای هیپ هاپ آمریکا و میشه گفت صنعت موسیقیه. حالا که بحث پول شد، قبل از اینکه بگم ثروت دیدی چقدره، بریم 3 نفر از، حالا این تاپ میتونه تاپ 10 ایرانی باشه، ولی 3 تا از پولدارترین ایرانی ها رو بشناسیم که شما اسمشون رو نشنیدید. فرهاد مشیری، نتفورس 2.8 میلیارد دلار. فرهاد مشیری یک تاجر بریتانیایی ایرانی مقیم موناکو است. او مالک اکثریت و عضو هیئت مدیره تیم لیگ برتری انگلیس اورتونه. خانواده الغانیان، نتفورس 2.2 میلیارد دلار. هندی الغانیان یک توسعه دهنده املاک آمریکایی ایرانی الاصل که یکی از بنیانگذاران و رئیس فعلی شرکت توسعه راکروز. آلالا چپترز نتفورس 2.5 میلیارد دلار. فکر نکنید بخاطر اینکه چون اسپانسر خودم گذاشتمشون، واقعا تو این لیست هست. حالا چون اسپانسر خودم میتونم توضیحات بیشتری بدم. آلالا چپترز تهیه کننده، حقوقدان، سرمایه‌گذار که تو لندن زندگی میکنه و سرگرمی مورد علاقه‌اش جواهراته. با اینکه نباید لو بدم، ولی بچه به غیر از من با خیلی از رپرهای دیگه کار میکنه که شاید شما ندونید. اسم اصلیش فرزاده وجیهیه و اهل اهواز هم است. 35 سال سنشه، 20 تا کمپانی داره. خلاصه یکی از همون ایرانیای موفق و خفن مثل 2 نفر قبلی و مثل افراد دیگه‌ای که تو این لیست هنوز نیبرد. خلاص، در مقایسه با دیدی، بچا ثروت دیدی 2.5 میلیارد دلاره. یعنی ایرانیایی که تو حتی تو لیست فوربس جا میگیرن، بعضیشون ثروتشون از دیدی هم بیشتره، ولی دیدی هم جزو بیلیونراست. در یک کلمه، هیچ کسی تو تاریخ موسیقی به قدرت دیدی نیست.
اون از همه آرتیست ها فیلم داره، طوری که هیچ کس جرئت نمیکنه پشتش حرف بزن. پلیس میگه اون تو تک تک اتاقاش دوربین داره و تک تک آرتیست هایی که فکرشون رو نمیکنید سکس گروهی داشتن باهاش و از همهشون فیلم داره. دیدی به عبارت ساده یه کون کنه. تو خانه دیدی بیشتر از 800 تا دیل دو پیدا شده با رنگ‌های متفاوت، علاوه بر اون بیشتر از 1000 تا روغن بچه. دیدی علاقه زیادی به رابطه جنسی با افراد سن پایین داره و اصلاً مرد زن هیچ نوع جنسیتی براش مهم نیست. اون حتی به انسان‌های سن بالا هم رحم نمی‌کنه. Happy 50th. Y'all know y'all gonna have to turn up tonight, right? All right now. Ain't no party like a Diddy party. Y'all know how y'all was doing it back in 64. Dancing. تا حدی ترسناکه که بچه ها مایک تایسون هم میترسی شو به باد بده بقلش. Oh, it truly is about the Benjamin, as we see. Oh yes, he's good already. It's truly about the Benjamin. Well, now when we come back, we're going to talk more with Puffy, and if you want to hang out, more than welcome to stick around, my brother. All right, we'll be right back with more right after this. ترویس اسکات هم انقدر اینو میشناسه که مثلا یه جای دیدی دعوتش میکنه به پارتیش فرار میکنه. بچه کل دنیا هیچ پارتی مثل پارتی دیدی تو هیچ جای دنیا نیست. Yo everybody, my baby bro, we here. Tomorrow is time. It's time, what you gonna do to that thing, man? Yeah, they better tune in. تمام سلبریتی ها وقتی دیدی یه جایی هست سعی میکنن بچه هاشون رو از دیدی دور نگه دارن. حتی توی برنامه زنده که خیلی هم معروفه به اسم وندی یه اتفاقی میفته فقط به صورت زنه دقت کنید. As the mother of a now 16-year-old who I met backstage, who's he did? He's great young man. Oh, thank you. Mom. You represent a lot. دیدی سابقه تهدید شاهدا با اسلحه رو داشته، به همین دلیل دادگاه اجازه آزاد شدن اون رو با قید وثیقه نمیده. حالا وثیقه که پیشنهاد داده بودن چی بود؟ 50 میلیون دلار ویلای مادرش در فلوریدا، علاوه بر اون پاسپورت‌های فرزنداش و دختراش رو به امانت قبول بده به دولت که دولت به هیچ وجه قبول نکرد. حالا این دیدی الان کجاست؟ در حال حاضر تو بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین شهر نیویورک زندانیه. این مرکز قبلا کلاهبرداران ارزهای دیجیتال رو تو خودش جای داده. هنوز مشخص نیست که دیدی چه مدت باید تو برگزاری دادگاه صبر کنه. اتهامات علیه این غول هیپ هاپ پس از چندین پرونده قضایی دیگر مطرح می‌شود که او را به سوء استفاده فیزیکی و جنسی متهم می‌کنه. دادستان گفته که احتمال اتهامات بیشتری به شان دیدی توسط افراد بیشتری وجود دارد. دادستان‌ها با بیش از 50 قربانی شاهد مصاحبه کردند و از دیگران هم درخواست کردند که جلو بیان و اگر آسیبی دیدن شکایت کنند. ولی بچه‌ها هیچکی جرئت نداره ازش شکایت کنه جز یه سری آدمای دیگه، ولی آدمای معروف همه خفه خون گرفتن، حتی توییتای قدیمیشون رو پاک کردن. 50 سن هم به زودی گفته که یک مستند از دیدی تو نتفلیکس میسازه. 50 سن قبلا بارها در مورد دیدی هشدار داده بود، ولی هیچ رپر دیگه‌ای در این باره اظهار نظر نکرده چون همه از دیدی میترسن. افراد دیگه هم که اظهار نظر کردن مستقیم نگفتن، فقط سعی کردن یه جوری منظورشون رو برسونن. چه سلبریتی هایی تو این پرونده دیدی اسمشون هست؟ ترند این روزا آهنگ جی کول، چون عکس بیانس و جیزی هم اومد میخوام قدرت اون دوتا رو هم بگم که الان چه حاشیه‌ای پشت بیانس و جیزی که حتی کامنت های جیزی همش پشت شده. حالا باز میگن انقدر قدرت بیانس زیاده که اون کامنت ها رو پشت. جی کول یا آهنگی داره به اسم شی نوز. حالا اسم اصلی بیانسه چیه؟ فامیلی بیانسه نولزه.
یعنی شبیه نوس، یعنی یه جوری داره تلفظ میکنه که انگار اون میدونه، یعنی هم داره می معنی رو میرسونه که این دختره همه چی رو میدونه و انگار داره فامیلیش هم میگه. قدرت بیانس انقدر زیاده که بچه‌ها همه آرتیست‌های دنیا در موردش حرف زدن. کلا بیانس و جیزی یکی از قدرتمندترین آدمای صنعت موسیقین که حتی این دوتا از دیدی هم میترسن، یعنی در اصلش، ولی خیلی‌ها شایع شده که این دوتا با دیدی همکارن و هر کسی جایزه گرمی رو میبره جیزی و بیانس میکشنش، تو حالتی که هر کسی میبره اصلا معذرت خواهی میکنه که میگه حق با بیانس بوده، باید بیانس میبرده و این قضیه خیلی جدی شده. Next performer, خب گایز، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده بوده باشید. بچه این پرونده خیلی گسترده تره و خیلی اتفاقات دارکتری وسطش افتاده. خیلی سعی کردم جامعه جمع آوری کنم ولی هنوز خیلی چیزا جا مونده. اینقدر زیاده این قضايا، یعنی گنده تر از دیدی نمیتونید پیدا کنید، اصلا نیست. تو ایران هم اگه بخواید یکی رو مثلا بزنید شبیه دیدی نی، اصلا دیدی که سهله، حتی ام جی که شبیه ام جی که هم نیست. به آدما اعتماد نکنید. بغلتون میکنن، کلی حرف آرامش دهنده میزنن، کلی قول بهتون میدن، کلی خوشحالتون میکنن، بعد یه مثل سگ میزنن میرن. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای. امیری.